قصه های آفتاب، داس ها و گل های یاس با میترا بابک. با درود به شما خانم بابک عزیز، خوش اومدیم به برنامه دیگه از برنامه خودتون از رادیو میر ایران روزهای سه‌شنبه در برنامه قصه های آفتاب، داسا و گل های یاس. بفرمایید، خواهش می‌کنم، صدای شما رو خط است. خواهش می‌کنم آقای بابک، سلام به شما همه عزیزانم، امیدوارم شما و همه عزیزان خوب و خوش و سرحال باشین، اگر باشین امیدواریم که باشین. سپاسگزارم، متشکرم، شما هم همینطور، مرسی. خانم بابک، بریم سراغ یکی از ایمیل ها. البته من تلفن رو اعلام بکنم، دو خط تلفن رو 20468584101 و همچنین 20468530252525 از همین الان آزاد هست. دوستان اگر که مایلن با شما روی خط گفتگو داشته باشن، میتونن با این شماره تلفن که عرض کردم با استودیو در ارتباط باشند. خب بریم سراغ یکی از ایمیل ها، از جدیدترین ایمیلی که برامون اومده، 19 آگوست به دست ما رسیده. ایشون نوشتن که من 44 سال دارم و 2 مرتبه سقط جنین کردم در یک سال و 2 سال پیش به ترتیب. الان بچه ای ندارم. دکترها تشخیص بیماری های کروموزومی به دلیل سن بالا رو دادند. یک بار هم IUI ناموفق داشتم. دکتر به من و شوهرم بعد از انجام آزمایشات متعدد گفت باید از تخمک اهدایی استفاده کنید که شانس بارداری برای شما بین 60-70% افزایش می‌یابد. ولی شوهرم به هیچ وجه موافق این کار نیست. من نیاز به راهنمایی یک مشاور دارم که بتوانم او را راضی کنم. در ضمن اسپرم های شوهرم کاملا سالم است. لطفا من رو راهنمایی کنید که چطور شوهرم رو راضی به گرفتن تخمک اهدایی کنم. لطفا سوالم رو از طریق رادیو امید ایران و بدون ذکر نام پخش بشه، ولی خواهش میکنم که زمان و ساعت پخش آن رو اگر میشود به من اعلام کنید، که البته این امکان رو ما نداریم، ولی خب بفرمایید، شما توضیح بده. فرمایید. معمولا در مورد اسپرم و تخمک های خانوما یه تفاوت فرهنگی فکر میکنم ما داریم. معمولا اسپرم و یه خورده که نه خیلی زیاد، ممکنه که خیلی از آقایون دنیا و مخصوصا آقایون شرقی باش مشکل پیدا بکنن، یا مخصوصا اگر دیده مذهبی نگاه بکنیم که یه اسپرم مرد دیگه ایه. ولی در مورد تخمک های خانوم ها من فکر میکنم مسئله خیلی خیلی متفاوته و من کیس های متعددی در این مورد داشتم که خانوم این مشکل رو داشته و با اهدای با گرفتن هدیه تخمریزی خانوم ها، این خانوم ها تونستن حامله بشن. کار بزرگی که این کار میکنه از نظر روانی و از نظر روحی و از نظر زندگی زناشویی، خب کارو خیلی آسان‌تر میکنه و از اون پیچیدگی زناشویی یه رابطه رو میاره بیرون. برای اینکه این بانو اگر که این مشکلات رو داشتن دوبار و بعدش هم خطر عقب افتادگی فرزند پس در آینده و بالا بودن سن، خب این کار خیلی خطراتش رو خیلی کمتر و ریسکش رو خیلی کمتر میکنه. و آقا که معمولا اون آلفا مل خانواده است میدونه که اسپرم خودشه، بچه خودشه. حالا مسئله اینجا اینه که خانوم معمولا باید این احساس رو بکنه، که معمولا خانوم ها با این قضیه خیلی از آقایون بهتر کنار میان. شاید به خاطر اینه که خانوم ها 9 ماه این جنینی که IVF میشه در رحمشون رو خودشون باور میکنن و واقعا همون احساس فرزند خودشون و مخصوصا که اسپرم به همسر خودشون هم هست، خب طبیعتا هیچ اصولا احساس بدی به خانوم ها نمیده، بلکه
یه زندگی رنگی تری رو برای کسانی که آرزوی حامله شدن و بچه دار شدن چه برای زن و شوهر و مخصوصا برای خانم داشته رو برآورده میکنه با خطر کمتر عقب افتادگی بچه. اینه که البته خطرات هنوز ممکنه باشه، اونم دیگه تخصص متخصصین در این مورد میتونن بیشتر توضیح بدن، ولی از نظر روانی من درش هیچ ایراد و مشکلی نمیبینم. نمیدونم چرا این همسر این بانو مخالفت میکنه. تخمک های خانوم متفاوته از نظر همونطوری گفتم روانشناسی اجتماعی و فرهنگی و مذهبی، و اگر این بانو با یه همچین کاری میتونه به آرزوش برسه و این فرزند رو نگه دارن در کنار هم دیگه و بتونن یه زندگی خوبی رو داشته باشن، احساسی اصلا اون آقا نمیکنه در آینده. مثلا من الان کیس دارم که اول یه دونه بچه داشت، واقعا 15 سال زیر دست بهترین متخصصین تو لندن بودن و بچه دار نشدن، آخر تصمیم گرفتن به این کار و اول یه پسر گل براشون اومد و بعد دوباره آی وی اف کردن و سه گلو براشون اومد، چون آی وی اف معمولا ممکنه که دو گلو یا سه گلو باشه، و زندگیشونو کاملا تغییر داد. درسته که شد 4 تا بچه، کارشونو خیلی سخت‌تر کرد، ولی دقیقا به اون آرزویی که میخواستن رسیدن و زوجم زوج خیلی خوبی بودن با هم دیگه، ولی تنها مشکل این بانو این مسئلهش بود. از نظر روانشناسی من هیچ اشکالی نمیبینم، چون اگر این بانو این کارو نکنه و همسرشون اجازه بهشون ندن که این کار بزرگ یعنی این آرزو رو برآورده بکنن، بعدا این همیشه این احساس مادر نشدن میشه یه عقده و افسردگی براش و مجلات دیگری رو براش درست میکنه. مثلا من یه کیس دیگه داشتم که خانم بچه دار نمیشه همین دلیل و حاضر نشدن این کار بکنن، اومده بودن اینجا برای معالجه و اینجا هم نتونست کاری بکنه، من دیدمشون برای روان درمانی و روانکاوی و متاسفانه همسر با تعصب خیلی زیاد ممانعت کرد در ساعتی که خیلی دوست داشتن همدیگر رو، بسیار دوست می داشتن، و این آقا رفتن ایران و خانوادهشون براشون زن گرفتن، زنی از روستای بسیار دور افتاده که فقط برای این آقا به صورت ماشینی بچه بیاره، که این کار متاسفانه تاریخی ما زیاد دیدیم تو فرهنگ‌های مختلف، مخصوصا کشور خودمونم زیاد دیدیم که مخصوصا کشورهای مسلمونم زیاد این کار میکنن که اگر خانوم خانه بانوی خانه این توانایی رو نداره فورا نسخه یه زن دیگر رو براش میپیچن، برای پسرشون یا برای همسر این بانو میپیچن و بعد معضلات بسیار پیچیده‌ای رو براشون درست میکنه و اجازه نمیده که اینا حس خوشبختی رو بکنن. بعد معمولا اون خانومم که وقتی که حامله میشه، حتی اگر از دور افتاده ترین روستا هم باشه، اولا احساس مادریه، دوما احساس مالکیته از این همسر. یعنی خیلی وقتا کیسای زیاد هستش که اصلا اون حالت فقط تو به عنوان ماشین یا زن من به شوشرعی و بچه بر ما بیار نیست، بعدا مدعی میشن و احساس پیدا میکنن به این همسر و یا با هوای اول مشکل درست میشه و مشاکل بسیار بسیار پیچیده‌ای درست میشه. من شخصا هیچ مشکلی در این مورد نمیبینم، امیدوارم که این آقای عزیز ما صدای منو بشنوه و کوشش کنه تعصبش رو در این مورد بذاره کنار، اسپرم خودشه، با خیال راحت این بچه رو میکارن، آی وی اف میکنن توی رحم عزیزشون و این رشد این جنین رو با همدیگه تجربه میکنن و خیلی خیلی لذت میبرن و امیدوارم که اگر پذیرفتن این مسئله رو یه بچه خوب و سالم هم تحویل داده بشه. بله خیلی good luck. بسیار متشکرم، مرسی.